نیکا یا امید؟ اوه اوه این دیگه خیلی سخته. این واقعا دوستان هانی یا سارا که بچه چنل یوتیوب نیکا اکثرا هانی و سارا رو میشناسن، ریل بودن، قطعا ریل بودن، چون سینگل بودن نیستم اصلا. سلام و درود به بچه های توی خونه، حالتون چطوره گایز؟ خیلی خوشحالم که داریم دوباره همون میبینیم. دمتون گرم که دوباره نشستید پای ویدیو. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. روزی لیتیا چطورین؟ روزی لیتیای من، عشقای من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو دیده باشید. امروز یه ویدیو داریم، یه ویدیوی کاملا باحال. قراره بین دو نفر یکی رو انتخاب کنیم. خیلی حساسه، چون از اونجایی که ما دوستان زیادی هم داریم و خیلی سخت انتخاب بینشون، ولی بریم که بین دو نفر باید یه نفر انتخاب کنیم. و از طرف دیگه قبل از هر چیزی چنل یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنید بچه‌ها. سابسکرایب کنید و اگه نکنید که دیگه ناراحت میشم، خدایی سابسکرایبو بزن بالاخره، چون دوستتون دارم، خودتونم که میدونید. و دیگه اینکه لایک هم بکنید، یه دستی هم به اون زنگوله بکشید، خیلی دوستتون دارم. ویدیوی قبلی هم اگه ندیدید برید حتما ببین. الان یه بریم یه سر بیایم که شروع کنیم برنامه رو، نظرتونه؟ بریم؟ اوکی برو بریم. خب دوستان، ما برگشتیم با یه میان برنامه خیلی کوچیک. بریم که شروع کنیم دیگه، نظرتونه؟ بریم که داشته باشیم. اوکیه، بریم که داشته باشیم، برو بریم. خب دوستان، سوال اولی که اینجا سلام اینه که ریل بودن یا سینگل بودن؟ آها یه چیزی هم بگم قبلش بچه، من کلن 5 ثانیه وقت دارم که جواب بدم. اوکی از الان بریم، ریل بودن یا سینگل بودن؟ ریل بودن، قطعا ریل بودن، چون سینگل بودن نیستم اصلا. تنهایی تایم تو بگذرونی نه، واقعا یه کبوتر عاشق کنارت زندگی کنه زیبا نیست؟ بچه بیا پایین که نگو سرمون درد گرفت بابا، بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. به نظر من که زیباست دوستان. برو بریم سوال بعدی. این دو گزینه ای بعدی منظورمه، نیکا یا امید؟ اوه اوه این دیگه خیلی سخته، این واقعا داستانه. نیکا، نیکا، چون 5 ثانیه تایم داریم، فقط میگم الان بعد توضیحش رو میدم. نیکا چرا؟ به خاطری که توی 2 سال تایم شاید کمیه، چند ماهی میشه و شاید امیدو بیشتر از نیکا بشناسم، ولی توی این کوتاه‌ترین مدت هم من خیلی خیلی محبتای خیلی زیادی و خیلی رابطه‌مون رو دوست دارم و نیکا رو انتخاب میکنم. بریم سوال بعدی رو پرسنه، دو گزینه بعدی زده، ارسلان یا مهدیس؟ ارسلان، میگم چرا ارسلان. درسته ارسلان زیاد رابطه نزدیکی باش نداشتم، ولی توی همون کوتاه ارتباطی کوتاهی که با ارسلان داشتم هیچ چیز بدی ازش ندیدم. از مهدیس هم همینطور، واقعا هیچ چیز بدی ازش ندیدم، ولی ارسلان انتخاب میکنم. برو بریم بعدی. نده هانی یا سارا؟ دوستان هانی یا سارا که بچه چنل یوتیوب نیکا اکثرا هانی و سارا رو میشناسن، سارا رو انتخاب میکنم، ولی واقعا هانی هم دوست دارم، جفتشون بچه های دوست داشتنی هم واقعا. بریم بعدی رو ببینیم. نده امید یا ارسلان؟ اوه اوه این دیگه، ولی من امید رو انتخاب میکنم، امید خودمون رو 100 انتخاب میکنم. امید عشق داداشه، به خاطر اینکه با امید میگه رفیقای واقعی لخت همو دیدن بعد همو میگه، ولی پشت همو میگه، بقیهش رو نمیدونم، ولی واقعا امید یه رفیق واقعی بوده و دوستش دارم، همیشه پشتش هستم و تا جایی که بتونم کمکش میکنم، اونم خیلی جا کمکم کرده، به خاطر همین امید رو انتخاب میکنم. زندگی توی ترکیه یا تهران؟ زندگی توی ترکیه، به خاطر اینکه توی ترکیه من بیشتر دارم به هدفام نزدیک میشم و راحتتر نسبت به ایران، خیلی راحتتر دارم واسه کارم و چیزی که دوست دارم تلاش میکنم و نتیجه میگیرم و اینو دوست دارم. اگه از لحاظ دلتنگی، تنهایی، اینکه توی ترکیه واقعا نسبت اینکه تنهام، میدونی ضربه خورده به سرم،
جمجمه‌ام تحت شعاع قرار گرفته، کبدم از سینک در اومده، یه دونه جوش زدم. دیدم. چه دستم اینجا میاد خوبه اینجا به. بریم بعدی، دو گزینه بعدی، عشق یا پیشرفت. با عشق پیشرفت. یعنی با عشقم پیشرفت کنم. اینو بیشتر دوست دارم. انتخاب من اینه. اصلا ولی اگه بخوام یکشو انتخاب کنم، من همیشه عشق رو انتخاب کردم توی این دو گزینه. توی زندگیم خیلی این دو گزینه یا بوده که عشق یا پیشرفت، و من همیشه عشق رو انتخاب کردم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها من نسبتا خودم خیلی آدم عاشقیم واقعا، و خیلی آدم ساده و اصلا آدم سیاست و آدم دورو بودن و زرنگ بازی نیستم. به خاطر همینم توی رابطه‌ام هم همیشه عشق رو انتخاب کرده بودم. بریم دو گزینه بعدی. بین بچه های یوتیوبره، فرشا سایلنت یا آریا کیوکسر. بذار یکشو انتخاب کنم برش توضیحشو میدم. فرشا سایلنت یا آریا کیوکسر. من آریا کیوکسر انتخاب میکنم. دلیلش هم اینه که با این که یه تایمی بود از آریا کیوکسر دلخور بودم، سر این که اون اوائل که ما تیک تاک کار کرده بودیم دیست داده بود، ولی اون موقع دلخور شدم ازش، ولی به مرور زمان یه تصمیم های دیگه گرفتم. ولی در کل کار آریا رو دوستم، کار فرشادم دوست دارم، بچه های دوست داشتنی هم واقعا تو کارشون هم خیلی خفنن، و امیدوارم که هر روز همینجوری پیشرفت فراوونی توی زندگیشون باشه. بریم دو گزینه بعدی، ازدواج زود یا ازدواج دیر. ما اونجا توی بکگراندمون چنل یوتیوبمون هم داریم، حتی این زیباست که این بالاخره قدرت تکنولوژی و مدرن بودن دیگه. ازدواج زود یا ازدواج دیر. ازدواج دیر یعنی تو میتونی هر کاری دوست داری باید بکنی تو زندگیت، که وقتی ازدواج کردی نگی که اه چقدر حال نمیده، چقدر یوبسه. به نظر من این کارو بکنید قبل از اینکه ازدواج کنید، بکس کلی کار بکنید، همه چی رو تجربه کنید، بعد دیگه آدم سالم و مناسب زندگی باشید، برید ازدواج کنید و مسئولیت یه نفر دیگه رو به گردن بگیرید. این درسته؟ نه این درسته. بده خلصه یا تتلو. 100% خلصه، ولی تتلو رو هم دوست دارم، ولی خلصه. خلصه واقعا خفنه، خیلی با موزیکاش خاطره دارم. تو تهران با رفیقام و بچه معلم کلی خاطره دارم با موزیکاش. یه سوال دیگه زده، نگین یا روکسانا. من نگین رو انتخاب میکنم، بخاطر که یه تایمی دوستی داشتیم که با هم بالاخره خوب بوده، پس نگین رو انتخاب میکنم. بریم دو گزینه بعدی، زده کراوات یا پاپیون. کراوات یا پاپیون. من اگه بخوام انتخاب کنم کراوات انتخاب میکنم. میخوام حرف بزنم، چه حرفی دوست داری؟ کراوات بزنم، چه رنگی دوست داری؟ اگه مطمئنی که میاد کراوات به من، چه امت گیر دادی کراوات بزن. منم کراوات زدم تو خوشت بیا، همه میگن کراوات به من بیا. پس با تیپ مجلسی باید یه کارایی براتون توی پیج اینستاگرامم و یه سری جا انجام بدم. نظرتونه؟ حواستون باشه به این موضوع که یه روز سورپرایزتون میکنم. زده ماکان بند یا علی یاسینی. علی یاسینی، ولی ماکان بند هم دوست دارم. ماکان بند، نظر آخرم ماکان بنده، به خاطر اینکه خیلی باحالن. سر اینکه یه چیزی ازشون شناختی داشتم، خیلی باحالم، ماکان بند رو انتخاب میکنم. بچه پسر یا دختر. سوال دو گزینه بعدی مونه، بچه جفتش دوست دارم، ولی اول بچه پسر. بچه پسر دوست دارم، یکم چکو لغدیش کنم، بزرگش کنم. دو گزینه بعدی زده، نگین یا مهدیس. مهدیس رو انتخاب میکنم اینجا. بریم دو گزینه بعدی زده، یه سال با یوتیوب یا یک سال با اینستاگرام. با حمایت شما یک سال تو یوتیوب. زده BTS یا بلک پینک. هرچند آنچان شناختی ندارم، ولی من یه گروهشون میشستم و اون دخترای خیلی زیبا رو میشستم که فکر کنم بلک پینک، پس بلک پینک رو انتخاب میکنم.
دو گزینه بعدی چیه؟ زده اس؟ نوپ. اس؟ نوپ. باس؟ نوپ. اولیو فکر کنم فهمیدم ولی دومی نمیدونم چیه، ولی بدون اینکه بدونم دومی چیه اولیو انتخاب میکنم. سرنا امینی یا پریسا پوربلک؟ سرنا هم کاراش باحاله ولی پریسا پوربلک رو انتخاب میکنم. پریسا خیلی دوست داشتنیه، بچه مهربون و خیلی باحالیه. زده آبجیت یا نیکا؟ دو گزینه بعدیمون آبجیت یا نیکاه. اگه بخوام انتخاب کنم خواهرم رو انتخاب میکنم، چون میدونم این ویدیو رو هم نگاه میکنه و یک سالم از خواهرم رو ندیدم. یه خواهر کوچولو دارم و خیلی دلم براش تنگ شده و از همینجا یه بوسه روی لپاش میکنم خواهرمو و میدونم این ویدیو رو داره نگاه میکنه چون خیلی ویدیوهای منو پیگیره. دو گزینه بعدی زده هوای گرم یا سرد؟ هوای سرد و هستم زیاد، هوای سرد واقعا. شما چی؟ هوای سرد یا گرم؟ شما هم توی کامنت ها بچه ها حتما بگید این دو گزینه که انتخاب میکنم و شما توی هر بخش یه کامنت بذارید و یکی اینا جواب بدید ببینیم چقدر شبیه هم دیگه توی نظرامون. زده کوکو یا دکمه؟ به نظر من بچه من خودم اول کوکو رو انتخاب میکنم چون خیلی دوستش دارم. من اونجا خوابیده واقعا، هرچند من عاشق حیوانام، من واقعا حیوانا رو دوست دارم بچه. من کوکو رو انتخاب میکنم ولی دکمه رو هم دوست دارم. بریم دو گزینه بعدی. زده پیتزا یا پاستا؟ اینجا سخت شد. پیتزا، مخصوصا پیتزای ایرانی بچه. پیتزای اینجا رو هیچ کدوم دوست ندارم، کنم دومینو یا پیتزا بودز، هیچ کدوم دوست ندارم. پیتزاشون یه شکل و بدمزه است، ولی پیتزای ایرانی پر مخلوط، وای دلم میخواد پیتزای ایرانی بخورم. زده عرفان براتی یا محمد رضا آرزد؟ جفتشون رو توی اندازه دوست دارم، جفتشون پسرای گلی هن ولی عرفان براتی رو انتخاب میکنم. داده کتاب یا گیم؟ دو گزینه بعدی اون 100% گیم، یعنی برای بچه گیمر بدونید پاتون هستم. آها یه چیزی هم میخوام بهتون بگم بچه، خیلی زود منتظر باشید، قراره یه چیزایی اتفاقاتی توی گیممون و ویدیو بیفته و یه سری اتفاقات خیلی خوب بیفته برای بچه، گیمر که من رو دنبال میکنن و یه خیلی زود استریمو شروع کنیم. یو من عاشق این قضیه ام که یعنی استریمو خیلی زود شروع کنم، به خاطر همینم همینجا بهتون قول میدم خیلی زود استریمو براتون شروع خواهم کرد. این قول من به شما برای بچه گیمر. دو گزینه بعدی زده فیست یا استایلت؟ استایلمو بیشتر هستم، استایل رو انتخاب میکنم چون من اونقدر که روی استایلم تمرکز میکنم و جلو آینه وای میسم استایلمو درست کنم به فیسم واقعا نمیرسم. دو گزینه بعدی زده فرزاد یا لورزا؟ من با لورزا بیشتر تایم گذروندم، خیلی بچه باحالی، فرزادم خیلی بچه گلی، ولی لورزا رو انتخاب میکنم. لورزای دوست داشتنی، دوست دارم. آها دیگه دو گزینه یامون اینجا تموم میشه دوستان، اینجا تموم میشه و من خیلی دوستتون دارم. و یه چیز دیگه ای که اینجا داریم نوشته که میشه تماس تصویری با فنات بگیری ببینیشون. دوستان ویدیوی بعدی که توی کانال یوتیوبم قراره درست کنم، ویدیویی که قراره با فن پیجام تمامم خود با فن پیجام قراره تماس بگیرم، تماس تصویری. پس بچه‌هایی که فن پیج منن و جزء خانواده تیم روزن، روزیلیتیای من و من دارن و دارن منو حمایت میکنن، قراره باهاتون تماس تصویری بگیرم. آماده باشید، خیلی زود بهتون زنگ میزنم و ویدیو یوتیوبشو براتون آپلود میکنم. خب دیگه یه حرف چیزی نمیمونه، پیج اینستاگراممون هم که دارید، کانال یوتیوبمون هم دارید، اگه ندارید سابسکرایب کنید، خیلی دوستتون دارم، مرسی که منو حمایت میکنید. مواظب خودتون باشید و مثل همیشه باید اینو بهتون بگم، هر کاری دوستای تو زندگی بکنید، هر جوری دوستای زندگی بکنید، هر کی گفت نمیتونید اونم عاشقتونم.